همکارم اشکان صفایی که اینجا با ما هست. اشکان در مورد این موضوع قرار هست توضیح بده. اشکان از برنامه امروز برامون بگو. بله، خب دقایقی دیگه اولین بخش مراسم در دفتر نخست وزیری آغاز میشه که در اون هرسی علوی رئیس جدید ستاد ارتش درجه سرلشکری رو میگیره. بعد از اون چند بخش داره این مراسم. دو رئیس ستاد ارتش جدید و قدیم به دیوار ندبه خواهند رفت، به اقامتگاه ریاست جمهوری خواهند رفت و نهایتا به وزارت دفاع در تلاویو میرن و در اونجا مراسم نهایی انجام میشه و ریاست ستاد ارتش از آویف کوخاوی به هرسی حلبی منتقل میشه. باید گفت که آویف کوخاوی امروز در واقع دقیقاً 4 سال و 1 روز هست که ریاست ستاد ارتش رو بر عهده داره. کارشناسان در اسرائیل معتقدند که دوره ریاست او بر ستاد کل ارتش اسرائیل هم دوران پرتنشی بود هم دوران موفقی بود. او در چند مورد موفق شد که در واقع تغییراتی رو در ارتش به وجود بیاره، از جمله در زمینه هماهنگی بین نیروهای مختلف ارتش اسرائیل و همچنین وارد کردن تکنولوژی و فناوری و مسائل سایبری به ارتش اسرائیل. به گفته کارشناسان اون ارتش اسرائیل رو از دوران جنگ‌های کلاسیک و بعدش جنگ‌های چریکی وارد دوره جنگ‌های در واقع مدرن کرد که جنگ‌های آینده خواهند بود و حالا باید دید که جانشین او در سال‌های آینده چطور راه او را ادامه خواهد داد.